استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصود عشق بود، جهان را بهانه کرد. با صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان ارجمند، هموطنان بسیار عزیز و گرامیم. به اتفاق تهیه کنندمون و کارگردان فنی برنامه آقای بابک گرامی در خدمت شما هستیم و همونطور که هفته پیش حضورتون عرض کردم، به مناسبت تأسیس رادیو در ایران و این مؤسسه فرهنگی، هنری و رادیویی که به هر حال هموطنان ارجمند گرامی با فداکاری و کوشش زنان و مردان سرزمین ما تونست در جامعه جایگاه خاصی داشته باشه، مکانی شد برای حضور این شخصیت‌های بزرگ و ماندگار. خدمت شما گفتم هفته پیش که چگونه رادیو در چهارم اردیبهشت ماه 1319 رسما فعالیت خودش آغاز کرد و در ابتدا خب فقط در محله بیسیم پهلوی در همون قسمتی که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بود یک اتاق رو اختصاص دادن و به شکل استودیوی رادیو درستش کردن که هنرمندان می اومدن و زنده در اونجا برنامه اجرا می کردن. با آمدن شخصیتی به نام آقای معینیان، آقای معینیان وقتی به رادیو آمد خب بسیار جوان بود و بسیار آگاه بود. اولین هدف آقای معینیان این بود که رادیو رو گسترش بده، یعنی شهرستان‌های ما دارای رادیوهای محلی بشوند. در این امر واقعا تلاش‌های آقای معینیان قابل تقدیره. آقای معینیان همیهنان ارجمند گرامی یکی از خدمتگزاران صدیق و شریف سرزمین عزیز ما ایرانه. اکثر هنرمندان، اکثر مشاهیر، نویسندگان وقتی شما با اونا صحبت میکنید از خدمات و تلاش‌های این مرد بزرگ همواره به نیکی یاد میکنند. با آمدن آقای معینیان و دعوت از هنرمندان تئاتر به رادیو، به هر حال چهره‌های ماندگار هنر تئاتری ما هم در رادیو فعالیت خودشون رو دنبال کردن. گروه نمایشات تشکیل شد، موسیقی ما دارای یک هویت خاصی شد و شورای نویسندگانی که آقای معینیان بسیار حساس بود که حتما برنامه‌هایی که تهیه می‌شود حتما باید زیر نظر شورای نویسندگان باشه. خب در این راستا آقای معینیان از شخصیت‌های بزرگ تأثیرگذار دعوت به همکاری کرد. من فقط خدمتون باید این فهرستوار بگم، یادی باید بشه از اولین هایی که در رادیو در اداره انتشارات و تبلیغات مسئولیت پذیرفتن. از دکتر عیسی صدیق علم باید یاد کنیم که در واقع اینا اولین رؤسای اداره کل انتشارات و تبلیغات رادیو در ایران ما بودن. شورای نویسندگانی که تشکیل شده بود، ببینید اسامی رو، اعضای شورای عالی رادیو در اون زمانی که رادیو آغاز به کار کرد، ببینید چه شخصیت هایی بودن. یک زکا الملک فروغی، محمد قزوینی، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر رضازاده شفق، دکتر قاسم غنی و کلنل علی نقی وزیری، همیهنان ارجمند، مسئولیت موسیقی و سرپرستی موسیقی رادیو را هم بر عهده داشت. همونطور که عرض کردم تلاش شد که در شهرستان ها هم ما دارای فرستنده رادیو بشیم. در شهرستان رشت در سال 1325 رادیو افتتاح شد، در گرگان 1327، در رضاییه 1327، در شیراز رادیو در سال 1330 و
فعالیت خودش آغاز کرد و همینطور در تبریز در سال 1325، کرمان 1327، مشهد 1327، کرمانشاه 1337، اهواز 1324، اصفهان 1338، زاهدان 1338 و سنندج 1330. خب این رادیو که به این صورت در شهرستان‌های ما هم آغاز فعالیت نمود، طبیعی است که در استان‌های مختلف ما هنرمندانی داشتیم، چهره‌های شاخصی داشتیم که آمدن در رادیو همکاری خودشون رو با رادیو شروع کردن. واقعا شما وقتی خوب نگاه میکنید به اون روزها، ما قابل توجه جوانهای ما باشه، شخصیت‌های فرهنگی ما در رادیو در واقع در کنار هم قرار گرفته بودن. اگر من بخوام اسامی رو بگم، باور کنید باید هفته ها و ساعت ها بنشینم فقط فهرستوار اسامی این شخصیت ها رو اعلام بدارم. شما شخصیتی مثل پروفسور هشرودی همیاران ارجمند که همون زمان فرمول های او در مراکز بزرگ دانشگاهی به خصوص در مسکو در قسمت فضا هوانوردی مورد استفاده قرار می گرفت. این شخصیت عرض کنم که از نظر ریاضی و فیزیک در رادیو برنامه‌ای داشت که احاطه کاملی هم به ادب پارسی داشت. استاد محیط طباطبایی یه شخصیت فرهنگی که برنامه‌ای بود در رادیو به نام مرزهای دانش که هر هفته در این برنامه شخصیت‌ها می‌آمدند با حضور تماشاچیان، مسائل علمی، مسائلی که لازم بود جامعه بدانه، اونها رو تشریح می‌کردن و به پرسش‌ها هم پاسخ می‌دادن. یک برنامه‌ای بود در زمینه ریشه‌یابی لغات، نام برنامه بود در مکتب استاد. شما ببینید از هر زاویه‌ای بخوام نگاه بکنیم، اینی که عرض کردم رادیو زندگی رو دگرگون کرد در جامعه ما وقتی فعالیت کرد، شما قسمت هنریش رو فقط در نظر نگیرید. رادیو جنبه‌های متفاوتی داشت. شما از نظر اطلاع رسانی و خبرهای درست، خب اون زمان هم کشورهایی بودن که چشم طمع به مملکت ما داشتن، در این کشورها رادیوهای فارسی زمان بود که بسیاری از هموطنان خود ما هم اونجا شاغل بودن، ولی اینا با هدفهای خاصی تشکیل شده بود. رادیو باید طوری اداره میشد که پاسخگوی، عرض کنم که بعضی وقتها اون شایعاتی که اون رادیوها بازگو میکردن باشه. من یادمه ما گرفتاری که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اون زمان داشتیم، زندگی تغییر روحانی که جز اولین گویندگان رادیو بود، مدتی هم سرپرست برنامه‌ها یا رئیس رادیو شد. آقای تغییر روحانی معلم اکثر گویندگان به نام رادیو بود. یعنی کلاس‌هایی که در رادیو تشکیل شد برای تربیت گوینده، یکی از استادانی که در زمینه گویندگی عرض کنم که تدریس می‌کرد آقای تغییر روحانی بود. این رو به این خاطر خدمتتون هم عرض می‌کنم، وقتی ما با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اون گرفتاری سیاسی داشتیم، تفسیرهایی نوشته می‌شد که آقای تغییر روحانی اجرا می‌کرد. من یادمه خیلی عرض کنم که کم سن و سال بودم، ولی این اسم ملکه ذهن من شده بود. یک سخنگویی عرض کنم که دولت شوروی سابق داشت به نام زاخاروف. آقای تغییر روحانی همواره تک کلامش این بود وقتی پاسخ میداد به مسائلی که اونا عنوان میکردن، گفت رفیق زاخاروف. و این آقای تغییر روحانی که گوینده توانای خبر بود، هموطنان ارجمند، و عرض کردم که کلاس های گویندگی رو اداره میکرد، این شخصیت گناهی نکرده بود جز اینکه در خدمت مملکت بود، جز اینکه در کنار مردمش بود، جز اینکه در رادیو فعالیت میکرد. میدونید چه بلایی سرش آوردن که آنچنان عرض کنم که به او ظلم شد که در سن پیری دیگه سخنم نمیتونه بگه. اون موقع که اول این انقلاب بود، تغییر آنی رو نخاش قطع کرده بودن و اصلا تغییر آنی رو انداخته بودن، تصور کرده بودن که اینم مثل بقیه مرده. یه پرستاری که به هر حال انسان بوده میبینه که نبض این میزنه، خلاصه میبرن بیمارستانو، اما دیگه تغییر آنی سخن نمیتونه بگه. الانم در محافلی که دوستان هنرمند دور هم هستن
این تغییر آنی عزیز، این نازنین حضور داره، ولی یه سخن نمیتونه بگه. اجازه بدید برگردیم به اون سالی که رادیو در خود رادیو ایران برنامه‌ای داشت به مناسبت 35مین سال رادیو که تغییر روحانی این گوینده توانا، مجری و گرداننده بود. اجازه بدید چون اون موقعی که ما عرض کنم که به این فکر نبودن که تصویر هم بردارن، تلویزیون هم همون زمان با رادیو ادغام شده بود، ولی متاسفانه این کوتاهی‌ها میشد. ما صدای تغییر روحانی رو داریم در این روز خاص، در تأسیس سال روز تأسیس رادیو با شخصیت‌های هنری ما گفتگو می‌کنه. اجازه بدید از جایی با هم بشنویم که استاد ادیب خانساری قطعه آواز می‌خونه و تغییر روحانی صحبت می‌کنه. بابک جان اگر حاضر باشید می‌رویم و این رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. رکوه و دشت نسیم بهار می آید، هر کنار می آید، خیلی متشکرم آقای ادیب که برنامه ما رو شروع کردید. جناب علی، لازم نبودم اسمتون رو بنده عرض بکنم چون صداتون برای همه آشناست و جناب آقای عبادی هم که دیگه تکلیفشون روشنه. والا بهتر بود یکی از نوارهای من رو گذاشتید برای اینکه من دیگه ریه‌ای به هم باقی نمونده با این نافشی رو حرید. این چند دهنی که به قول معروف جناب علی محبت کردید و برامون خوندید لطفش خیلی بیش از اون نوارهای قدیمیتونه. این محبت شما رو به دستگاه و به مردم این مملکت میرسونه که در هر حال حاضرید که اونا مستفیض بشن. ابتدا راجع به جناب عبادی بنده عرض بکنم که ایشان شغلشون در شهربانی بود قدیم، درسته جناب عبادی؟ بله قربان، همینطوریش میفرمایید. و یک شغل بسیار جدی، در حالی که یک نفر هنرمند موزیسین به خصوص با اون طبع لطیف مثل این که به اون شغل نمیخورد، به خصوص که ایشان ظریف‌ترین ساز رو هم انتخاب کرده بودن برای خودشون و سالیان درازه که ما از وجودشون استفاده میکنیم. خانم روح بخش سلام علیکم، ایشون هم تشریف آوردن، خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید خانم. لطف فرمودید، اما یک کمی دیر تشریف آوردید. نه جریمه باید بشه. بله جریمه میشه. جریمه من چه میکنم ترافیک رو جریمه میکنم نمیشه. بله عرض میکردم یه روزی جشنی به مناسبتی در منزل ما بود و عده‌ای از دوستان هنرمند هم تشریف داشتن. بنده خیلی علاقه داشتم که خدمت جناب عبادی هم برسم. روز قبل تلفن کردم منزلشون
و ایشون تش نداشتن، پیغام گذاشتم براشون که فردا شب محبت بفرمایید تشریف منزل ما، ولی سازتون رو نیارید. برای اینکه در اون زمان من خودم جوان بودم و دوستانمون هم همه جوان و یک مجلس پرشور و شلوغ که این ساز لطیف جاش اونجا نبود و حیف بود. و پیغام منو به ایشون رسونده بودن، ایشون هم فردا شب محبت فرمودن تشریف آوردن، ولی خیلی ناراحت. گفتم من گفتم چی شده که گفتی سازتون نیار؟ بعد بهشون عرض کردم که ما شما رو بر خودتون میخوام، نه برای سازتون، به خصوص این سازتونم توی مجلس شلوغ حیفه که بیاد. بر تقدیر جناب عبادی، من دیگه نباید از جناب عالی بپرسم که شما مثلا پیش کی سازو یاد گرفتید، بهتر ازتون بپرسم چه شاگردانی تربیت کردید در این مدت. عرض میشه حضور مبارک، خب همینطوریست که اثر لطفی فرمودید، اولا این جواب اون فرمایش که فرمودید قبلا درستون برسونم. خوش دوستان آشنای دیگرمون به همین ترتیب بود که هم بنده رو فقط برای سازم نمیخواستن. بله خب همینطور هم هست تا اندازه، ولی راجع به فرمایش دیگتون که فرمودید برای شاگرت ها یا پیش کی کار کردید چه هست، این ساز ایرانی که فعلا الحمدلله در مملکت ما زده میشه، این مرحوم خانواده بنده است. من پسر مرحوم آمیز عبدالله هستم. بله بله. عموی من مرحوم آقا حسین قلی است و پسر عمو هم شهنازی هستن، خود بنده هم که عبادی هستن. ترجمه حضور مبارک، خب یه چند نفرایی رو ما توانستیم که درستشون بکنیم، تربیتشون بکنیم راجع به این قسمت ساز که ستار باشه، ولی منظور تو آقای تاج اصفهانی نمیتوانم که گوشی خدمتشون بیارم. منظورم میخوام آقای عبادی با آقای تاج در اصفهان تماس گرفتیم. الو الو آقا جان، جناب آقای تاج، سلام علیکم. سلام، من روحانی هستم، حال شما چطوره؟ حالتون خوبه؟ جناب تاج نمیدونم من باید به جناب عالی تبریک بگم سالگرد رادیو رو، یا اینکه جناب عالی به همه تبریک بگی؟ که سنت تا مشغول معالجه هستم. انشالله رفت میشه، و به همون دلیلم بود که موفق نشدید به جمع هنرمندان امروز ما بپیوندید. لابد برنامه ما رو میشنوی. بنده که این گوشه نشستم منتظرم که دوستان احوالی از تاج پیرمرد بپرسن. الان تمام دوستان که در استودیو حضور دارن سلام میرسونن خدمت اون، احوال پرسی میکنن. متشکرم آقا. الو، هیچ وقت اصفهان تشریف نمیارید؟ چه حتما خدمتون میرسیم. متشکرم آقای تاج، خدمت همه خانم آقایون سلام میرسیم. بنده هم به نوبه خودم. بله همه آقایون و خانم ها، من نمیتونم اسم همه رو برم، خانم روحانگیز تشریف دارن، جناب عدیب تشریف دارن، خانم روحبخش، آقای عبادی، همه سلام میرسونه خدا. همه سلام برسونی. چشم چشم چشم. مرد زیرادت بکنی. متشکرم، خیلی ممنون. آقا. جانم. ملزنید یه شعر بردون بخونم. خیلی ممنون میشم. یه شعر. خیلی ممنون، بفرمایید. آقا. جانم. نه همینطور خوبه. همینطور. بله بله.
خب آقا قربان شدم. خیلی خلاصه به برای جنابالی چند ساله آغاز میکنیم؟ بنده در سن 76 سالگی هستم. بله 60 سال تمام است میخوانم. 60 ساله؟ امیدوارم 60 سال دیگه هم به همین خوبی بخونیم. خیلی ممنونم از محبتتون قربان. انشالله همه خوشحال باشید. باز سلام رو به همه برسانید. متشکرم. آقای کسایی در اصفهان تشریف دارن؟ من خدمتشون نرسیدم. آها ما خدمتشون تلفن میکنیم. خدمتشون نرسیدم. ما شماره 53 2083 این شماره رو آزاد گذاشتیم. بله. اگر جنابالی موفق شدید به ایشون و به آقای نواب صفا لطف فرمایید تلفنی ببرید که با ما تماس بگیرن. خیلی متشکر میشم. عرض کنم 53 2083 خیلی متشکر میشم. سلام مرد به همه برسید. مرحبت رو زیاد. مرحبت سلام. خب میبرمودی جناب بازی؟ بله قربان، خیلی خوشحال و خوشحالم از این که اون زمانی که بنده شروع کردم برای ستار انقدرها مثل این که معمول نشد، یعنی بعد از فوت پدر و اینها مثل که ستار از بین رفته بود. بله به فضل الهی من توانستم کاری بکنم که توی خانواده هر کدوم از دوستان و آشنایان و دیگران که خودم باز نمیشناسم میبینم یه ستاری اونجا پیدا میشه. بله خب این بعد از خود بنده خودش جای خوشبختیه که به طور یادگار انشالله امیدوارم به اینکه این ساز همیشگی از بین نره. انشالله که جنابالی سالیان دراز دیگری عمر میفرمایید و ما منظورم تمام مردم ایران از هنر شما و ساز شما استفاده میکنیم. جنابالی هنوزم در رادیو گاهی و در تلویزیون گاهی بنده میبینم که برنامه دارید. بله این برنامهاتون به چه صورت کی هست؟ چه برنامه هایی هست؟ والا خود ما نمیدونیم، هر ساعتی رو که تعیین بکنن ما با کمال میل میایم و انجام میدیم. بچه هفشنوی هستید جناب عالی. بچه که چه ارزو کنم، ولی انشاءالله امیدوارم همینطور باشه. بله خیلی متشکرم. حالا صورت بچه رو پیدا کردیم دیگه تقریبا. بله خب آدم وقتی که میره به بالا سن من جناب عالی میرسه یواش یواش حالت بچه میگیره. شما هر چی دلتون میخواد بفرمایید. اما جناب ادیب خونساری با این آواز خوبتون و با محبتتون که خیلی ارزش داشت برنامه ما رو شروع خوبی بهش دادید، خیلی متشکریم. جناب علی اولین بار در رادیو کی خوندی؟ عرض کنم حضورتون بعد از 6 ماه که رادیو افتتاح شد اول آگهی کردن از نظرتون باشه. بله بله آگهی کردن یه دیس نوشتن و آمدن و دیدم خوب نمیشه اون برنامه هایی که انتظار دارم اجرا نشد و بله. بعد دعوتی از بنده شد و از سایر هنرمندا و اینها که بعد از 6 ماه بنده اونجا رفتم. اولین بار با ساز کی شما خوندید در رادیو؟ حت میزنم با ارکستر مرحوم سبا بود. آه ارکستر مرحوم سبا. بله بله چون دو سه تا ارکستر درست کردن، یک سبا بود، خالدی بود، منصوری بود، آقای وزیری تشریف داشتن اغلب. بنده اینجا یادم اومد از بله. فرم کار ارکستر در قدیم بله. آقایون همه خاطرتون هست؟ فرم کار ارکستر هم دیگه